سلام و درود به شما دوست عزیزم، حالتون چطور؟ امروز اومدیم با هم به سراغ تحلیل دومین تریلر از دومین فیلم دکتر استرنج. و بله، تریلری که اصلا وقتی اومد مردم همه چیز رو فراموش کردن، یعنی حتی کلی چیز از مون نایت هم اومد، ولی خب اصلا براشون مهم نبود، چسبیده بودن به استرنج و حق داشتن، چون خیلی چیزای خفن، خیلی رمزا، خیلی چیزایی داشت که مردم می‌خواستن بدونن واقعا همونه یا نه. امروز قرار بریم سراغ اون بررسی و تئوریا و نکات مخفی در حتی پوستر هم براتون بگیم. یکی دوتا نیستن، خیلی زیادن، پس وقتتون رو نمیگیرم. فقط لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که خیلی به من انرژی میده. امیدوارم این ویدیو مثل بمب بترکونید و بریم سراغ این ویدیو. Let's go. این تریلر حتی از تریلر اسپایدرمن هم خیلی نکات بیشتری داشت. چرا؟ چون حتی داخل پوسترش کلی نکات و رمز و این چیزا بود که حالا چند تا من کلا نوشتم، حالا ترتیب خاصی نداره که اول تریلر یا آخرش نوشتم که یه جاش نذاریم و بتونم همشو بهتون بگم و بریم سراغشون دیگه. اونجایی که میدونیم فیلم با اون سکانس نبرد استرنج دیفندر و امریکن چاوز نبرد اونجا شروع میشه و اونجا استرنج دیفندرز، یعنی استرنج متفاوت، بذار بگم متفاوت دیگه، استرنج متفاوت میمیره. خب اینجوری که اصلا معلومم بود و حالا بعد این استرنج میمیره، حالا بعد دوباره ادامه داره، یعنی کار داریم با استرنج متفاوت، ولی خب اینجا میمیره. آمریکن چاوز فرار میکنه و حالا اینش که این چی؟ یه توضیح راجع به آمریکن چاوز بدم که اون یکی از قدرتاش اینه که میتونه پورتال باز کنه به تمام مولتیورس ها، جهان ها، جاهای مختلف، یعنی میتونه پورتال باز کنه، تلپ بره اونجا، یعنی اینجوری بگم. داخل اوایل تریلر یه دری باز میشه که دوباره گند این تئوری داره دوباره در میاد که داخل اون دره یه عکس کله بود شبیه کله مفیستو بود، ولی خب اصلا حرف راجع به مفیستو دیگه من اصلا نمیزنم. مفیستو شیطان مارویله که از فیلم واندا ویژن قرار بود داخل اون سینما رو تئوری و ایناش بود که بیاد، ولی خب نمیاد. از مرتبط ترین آثار به فیلم دکتر استرنج وات ایفه. آره درست، از این مهمه واقعا باید انیمیشن سریالی وات ایف رو ببینید. چرا؟ چون چند تا چیز هست که داخلش الان در ادامه به تو میگم که از وات ایف به فیلم دکتر استرنج ربط داره. شخصیت هایی میان و میرن و اتفاقایی میفته که داخل وات ایف افتاده و استرنج همونجوری الهام میگه، کمک میکنه و خلاصه بری سراغ ادامش. برای همینجوری یهویی میخوام بگم ددپول هم داخل فیلمه. آره شما احتمالاً دیدید که پروفسور ایکس با صداش گفت دیگه، حالا میدونید تریلر دیدید و پروفسور ایکس حضور داره، پس چرا یک شخصیت دیگه ایکس من وجود نداشته باشن؟ ددپول وجود داره به دو دلیل. یک، داخل پوستر یه جایی هست که حتی خیلی کیفیت پوستر پایین بود وقتی می‌خواستی بزرگنمایی کنی چون 4K نیومده و یه جاییش بود که یه چش و چیزی بود مثل ددپول، یعنی و یه عکسی بود که چند روز پیش منتشر شد، یعنی خود بازیگر ددپول منتشرش که و سریع پاکش کرد و خودش حال مهم نیست، مهم نیست چیه، مهم پشت ددپوله که اون بانو دیزاینر فیلم دکتر استرنج 2ه، همین فیلم دکتر استرنج. جالبه نه؟ اونجا که دکتر استرنج با دستبند وارد یه جا میشه، اونجا مقر ایلومیناتی هاست. حالا کی هستن؟ ایلومیناتی کسایی هستن که از مولتیورس جهان ها محافظت میکنن. افرادش هم شامل پروفسور ایکس و دیگه بلک پنتر، نیمور، کاپیتان آمریکا، تونی استارک و حالا مثل اونجرز هایی میان و میرن، فرق میکنه، مثل آقای شگفت انگیز هم هست، ولی خب حالا کلا حالا در ادامه بازم حرف میزنم. حتما شما یه جایی داخل تریلر دیدید که گفتید آیرامن تام کروز بالاخره نشون داد، سخت در اشتباه، اون چون یکم کیفیتش بد بود یا مثلا خیلی سریع بود مشخص نبود. خیلی کارها کیفیت عکس رو بردن بالا بعضی از مردم و مشخص شد که اون یه زن سیاه‌پوسته که احتمالاً و فرضیه اون ماریا باشه، یکی از واریانت ها، نسخه های موازی کاپیتان مارول. شما حتما داخل تریلر به اون استرنج خبیثی که از دار خبیث بود دقت کردید و گفتید اون استرنجی که داخل وات ایفه همونه؟ نه، این اون نیست، استرنج برتر نیست. داخل خود تریلر نوشته بود، مین میزه مثلا استرنج فلان حرف رو زد، واندا فلان حرف رو زد، وقتی گفتن دیالوگ این استرنج ترسناک نوشته بود سینستر استرنج، یکی دیگه از نسخه های موازی دوکیه. بله دوکی نسخه زیاد داره، یعنی سخت گفتم که استرنج متفاوت میمیره، ولی خب داستانش اینجا تموم نمیشه، بلکه اون به اون زامبی داخل تریلر تبدیل میشه. حالا چرا اون؟ به خاطر شباهت های ظاهری، شباهت های لباس و
مرد و معلومه دیگه، معلومه دیگه. Careful, Steven. This path exacts a heavy toll. و داخل این کلیپ هم میتونید ببینید که شباهت‌های بینشون وجود داره. داخل فیلم دو تا واندا، یکیش واندا داخل واندا ویژن دیدیم، یکیش هم یه واندا دیگه است که معلوم نیست از کجا اومده، دقیقش حالا داخل فیلم بعد بفهمید، همه چیز مشخص نیست. اون یکی وقت پیش، خیلی وقت پیش، یه عکس‌های منتشر شده بود، لو رفته بود یعنی، که هم همین جوری استرنج برده بودن جلوی دستبسته، برده بودن جلوی پروفسور ایکس و ازش حرف با هم حرف می‌زدن، و یه جای دیگه هم واندا با همین لباس ساده خاکستری رنگش بود که داشت با پروفسور می‌جنگید. بنی شباهت‌های ظاهری و اینا همه چی با هم دست به دست میده که خیلی پوستر. یکی دیگه از چیزایی که مشخص شد، یه چیز از نشونه های کاپیتان کارتر در انیمیشن وات ایف بود. بله، احتمال 100% اون شخصتا در فیلم استرنج حضور داره و معلوم نیست در آینده پاش به دنیای MCU هم واز بشه یا نه. واندا دو نسخه داره که احتمال زیاد با هم دیگه می جنگن، بعید نیست، و احتمالا باز یکیش می میره، معلوم نیست واندای خودمونه یا واندای بده، و ممکنه حتی دوتاش بمیره، یعنی ما بدون واندا بشیم، ولی خب معلوم نیست، احتمالش کمه. یک خبر خیلی گوگل مگولی، داخل پوستر یک لوگو از کاپیتان آمریکا هم مشخص بود، یعنی کاپیتان آمریکا هم داخل فیلم حضور داره و بالاخره کاپیتان برمیگرده. ولی جالب اینه که این لگو بیشتر شبیه لگو کاپیتان آمریکا استیو بود تا سم. ممکنه خود استیو برگرده یا ممکنه یکی دیگه از نسخه‌های موازیشو ببینیم، بعید نیست. هشت پا تور بود داخل تریلر، اسمش حالا گارگانتوس اونجا مایا هست. خب اون یکی از دشمنهای شخصت نمور هست. نمور خب یکی از شخصت مثل آکومن دنیای دیسیه، شخصت داخل چیز هم هست، یعنی داخل گروه ایلومیناتی هم هست، پس وجود نمور هم داخل اینجا احتمال زیاد ممکنه تایید بشه به خاطر وجود یکی از دشمناش. باز خیلی جالب، خیلی کم دقت کردن و خیلی گفتن شاید جلوه ویژه‌اش خیلی خوب نبوده، ولی دایی که داشت استرنج میافتاد یه قسمت از بدنش رنگی کارتونی شد، احتمالا میره داخل یه دنیایی که انیمیشنی شده داخل اون دنیا. حالا نه که حالا خیلی حضور زیادی هم داشته باشه، ممکنه داخل چند ثانیه باشه. داخل پوستر باز یه لگو دیگه بود که لگو کپ مارول بود، ولی خب معلوم نیست کپ مارول کپتن رمبو دیگه، کلا معلوم نیست، یکی از نسخه موازیشه دقیق معلوم نیست، ولی خب هست، یک دونه کپ مارولش هست. یک چیز خوف و خفن رو گذاشتم واسه آخر کار. داخل تریل اول و دوم دیدید که استرنج میره پیش واندا و ازش سوال میپرسه و دیدید خود دورش چی گل و بلبل و خوب و ایناست، اونا همش یه توهمه و بله خود واندا این کارو کرده تا بقیه اونجا رو اونجوری ببینن، در اصل اونجا این شکلیه. خورکا پرتون ریخ نه، و خب این ویدیو هم همینجا اتمام میرسونیم. خیلی نکات بود ولی خب اینا مهمتریناش بودن، بقیهش خودتون داخل تریلر راحت با یه نگاه میتونید متوجه بشید، چیزای خاصی نیست از حضور دایناسور گرفته تا خیلی چیزای دیگه، ولی خب دیگه سرتون در نیارم و بدون وقفه با امید روزهای خوب میریم جلو تا در حدود 16 اردیبهشت فیلم اکران بشه و تیر خرداد برسه دست ما. هی هی، واسه که دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودید، خیلی دوست دارم و تا روزهای خوب دیگه و درود.